بچه من سرما خوردم بعد هم حال تبا دارم هم گلو در دارم هم سرفه میگم هم اومدم که یه پولی درارم رو یوتیوب دیگه من که پولکی نه اومدم که این بحث علی و این دیسی که داده رو یه سری حرف رو جوش بزنم به خاطر اینکه قشنگ نیست دیگه حرفای بد راجبت زده میشه حرفای دروغ راجبت زده میشه و خیلی چیزا واسه ساکت بشینی انگار که انگار واقعیت اونجوری میدونی هرچند که جواب ابلهان خاموشی است اما خب این یکم این خط رو پیدا کردن توی این داستان حساسه من میخوام یه سری حرف بزنم اما نمیخوام زیادی هم حرف بزنم به خاطر اینکه من اگه بخوام این آدم رو آزار بدم این آدم حالا خودش میگه مهم نیست چی کار بکنی موضوع اینه که حالا با توجه به شناختی که دارم و با توجه به چیزایی که میدونم اینقدر آتو و اطلاعات و چیزای بد حرفای رکیکی که واقعا مستقیما نه راجع به این آدم بزنی بلکه راجع به هر مردی اگه بگی آزاردهنده است با توجه به اینکه علی هم ماشاءالله کم دشمن نداره یعنی اصلا دیگه نمیدونم دوستاش کیم چون تو دانس تو دعواست با خیلی ها میتونم خیلی حرفا بزنم منتها خیلی وقت پیش تصمیم گرفتم چون این کاری که علی کرد تهدیداشو یک سال پیش مثلا کرده بود که میام دارم فراد میکنم بسارد کنم خرابت میکنم یکی حرف نمیزنه دلیلش لال بودن نیست خب دلیلش ترسم نیست من ترسی از این آدم ندارم این آخرین باری که منو تهدید کرد وایساش هست که داره عربده میکشه من با یه وکیل صحبت کردم و همین الان من میتونم با وایساش برم و ریسترینینگ اوردر بگیرم و این میره ثبت میشه توی کریمینال ریکوردش نمیدونم چی میشه به فارسی ثبت میشه به عنوان یه جرمی که انجام داده و این براش خیلی بده خیلی بده براش و این کارو نکردم گفتم اگه یه بار دیگه مثلا بخواد رو در رو استرس به من وارد کنه و تهدید کنه و از این کارو بکنه این کارو انجام میدم و ازش شکایت میکنم و اون شکایت هم کلی هزینه داره هزینه شکایتی که من میکنم و اون باید بده کشور قانون داره اینجا ایران نیست بیای زنها رو هرس کنی و هرچی دلت میخواد بگی و تهدید کنی و لاتوازی در روی بعدش هم بری بشینی حال کنی با خودت اصلا همچی چیزی نیست باز میگم حرف نزدن دلیل و لال بودن نیست اما هر کسی با توجه به آرمانهای خودش زندگی میکنه علی آدمیه که کلن میره تو دعوا دیگه دعوا رو میندازه با آدم و دیس میکنه دیگه کارنامش مشخصه من یه اعتقادی دارم که اینو از یه نفر که خیلی ازش چیزای خوب یاد میگیرم یاد گرفتم که میگه که شمشیر نداشتن نشونه بزدلیه دائم شمشیر کشیدن و همه رو بخوای شمشیرشون بکشی و خون ریزی کنی و شاخشون کشیدن نشونه بزدلیه و اما آدمی که شمشیر داره شمشیرش هم از رو بسته منتها هر جایی نمیکشه هر چی میشه نمیکشه اون انسانیته و من به این اعتقاد دارم و حتی همین الانش هم که علی حالا داره سعی میکنه منو خورد کنه و از بین ببره من خیلی وقت پیش یاد گرفتم که اگه که اتفاقای بد با آدما میفته یا ضربه شدید حتی به من میزنن یادم نره که اینم یه انسانه و یه سری خوبیا داره یه سری بدیا داره و سعی میکنم یادم بیاد طرف رو با خوبیاش نه چون اون لیاقتشو داره بلکه چون من کمتر آزار میبینم من کمتر توی نفرت و خشم فرو میرم که اون نفرت و خشم اگه آدم زیاد توش فرو بره آخرش هم به خودش بسیار زیاد ضربه میزنه هم به اطرافیانش واسه همین حالا شمشیره هر چقدر تیز باشه الان فقط در حدی میخوام صحبت کنم که حرف یه سری حرف چرت و پرت راجبم زده میشه لال نشینم اونجا بشینم به قول همون جی پی این که شمشیر نداری و بزدلی نشه حالا بس اول این خیانت با فیلم برداره یکی این که من به علی خیانت نکردم تا حالا به کسی خیانت نکردم تو برنامه هم نیست از این به بعد این کار انجام بدم هر اتفاقی که افتاده بعد از به هم زدن من و علی افتاده پس این از این خودش هم نمیگه خیانت کردی این داستان خیانت از این جمله فیلم بردار در اومده که یه جورایی مردم نتیجه گیریشون خیانت بوده خیانتی در کار نبوده
این که فیلم بردار داستانش چیه، بین من و اون چی شده، بین من و علی و اون چی بوده، بین اون و علی چی بوده، نمیدونم اصلا چی شده ما به اینجا رسیدیم. من دلیل نمیبینم بیام به آدم های مخاطب و غریبه توضیح بدم. چرا؟ به خاطر اینکه راستشو بخوام بهتون بگم، الان این کاری که علی کرد، کامنت های منفی که حالا علی بیاره، دید منفی که علی بیاره نیاره، یه داستانی در نظر بگیریم. الان امروز به بعد فیلم بردار، امروز به دیروز کامنت ها چی بود؟ هیچی، مدگل پرنت در اومده، فیلمتو دیدیم باهاش زدیم، چه خوب میگی. چون یه فیلمی پخش کردی این حالا دارم کی که دختره یه صحنه از فیلم شبیه من میشه و الان دیگه پره دیگه، کلا همه کامنت های من یه دو سه ماه فکر کنم تلگرام، یوتیوب، توییتر، هر جا بزنی پرنه مدگل، پرنه مدگل، پرنه مدگل. قبل از اون بود که تو شیطان پرستی دیوانه ای، نمیدونم چطور پر توی مخ جوانای مردم کنی. قبل از اون بود که نمیدونم تو داری ادای بیلی آیلیش رو در میاری، تو اصلا صدا نداری. من نباشم یکی دیگه باشم، همین خود علی بدبخت کامنتاش چیه؟ نمیدونم تو فیدی، تو رو کسی آدم حساب نمیکنه، تو پول رنت خونت رو نداری بدی. علی نباشه، نمیدونم یکی دیگه باشه، دنیا دادرسان باشی، رضا پیشرو باشی، هر کی باشی، سوگند باشی، فرق نداره. یعنی موضوع اصلا فکر نکنید الان این الان اومد دیگه تموم شد، نه اصلا خیلی حالان ها اصلا همین منشو بیفهم گرم، همین مثلا همین علی خودش خیلی مردمی بود و خیلی پشت مردم وایستاد. برین الگوریتم اینستاگرامش رو نگاه کنین، لایکاش رسیده به 4000 تا تا 10000 تا و نمیدونم فلان و بیسار. از اون مثلا زد بازی و اینا نمیدونم در اومد با ایران دستشون توی کاره، هنوز آهنگاشون ویو میگیره. اصلا این که یعنی منظورم اینه که مردم خیلی مثلا رفتاری که با آدمای دیگه دارن بر حسب اخلاقیات خیلی بالا و خیلی عادلانه نیست. به هر حال یه چیزی گیر میارن که خیلی بد جوری حالتو بگیرن. میگم دیگه از این بدتر نیست که یه دونه دختر لخت و پخش کنن بعد هی هم مینویسن جدیدن. فکر کنم من ندیدم، رفتم کامنت ها امروز چک کردم ببینم که کامنت های این داستان های علی چقدر هست نیست. بعد دیدم همه کامنت ها اینه که فیلمت در اومده با سامان ویلسون، حالا از فردا فیلم برداره. میگه اصلا حالا من بیام دیتیل زندگی که خودم میدونم حالا توش درست، خودم میدونم که رفتارام درست بوده غلط بوده، خودم از سر تا ته علی و اینکه چرا این حرفا رو میزنه، چرا اینجوری میکنه، همه اینا رو میدونم، بیام به شما توضیح بدم که چی، یا مثلا بیام علی رو خراب کنم که کامنت های بعدش بدتر بشه که دلم خنک شه. دلم خنک نمیشه. نمیگم یه فرشته هستم که هیچ وقت هیچ دردی تو زندگی آدم ها نمیارم، قاعدتا درد آوردم تو زندگی علی که میاد دیسم ها میده. اما بحثم اینه که انتخابم بر این نیست که الان یه همچی کاری بکنم. اینم که حالا بیام به شما توضیح دقیق بدم که چی شده چی نشده، دلیلی نمیبینم، چون تش میگم فرقی نمیکنه و یکم توهین به شعور خودمه که بیام زندگیمو با دیتیل باز کنم. اما خیانتی در کار نبوده. داستان این که تو پولکی فلانی بیساری، نمیدونم این چرت و پرتا. من اگه پولکی بودم تو دبی میرفتم با یه شیخ عرب دوست میشدم، حالش رو میکردم. من اگه پولکی بودم لیست دوست پسرهایی که داشتم تا الان خیلی متفاوت بوده. تا الان اینکه من رفتم تو یوتیوب موفق شدم پول در آوردم، اینکه حالا تو منو، این که مثلا علی تو رو معروف کرد، بله علی یه دلیلی بود که من یک جایگاهی داشتم که دیده بشم، اما اون منو معروف نکرد و این اصلا نظر من نیست. الان فقط دو تا چیز راجع به موضوع میگم. یکی این که من دفعه اولی که آنسافت رو درست کردم، نفر اول به علی نشون دادم و هیچ وقت یادم نمیره گفت این چرت و پرتا چیه، میدونی که من اینسه بدم میاد. و من اونجا اینجوری بودم که اصلا خورد تو ذوقم، اینجوری بودم نذارم و گفتم نه بابا چی نذاری خورد تو ذوقت، جمع کن خودتو برو بذار. و یوتیوب منو آنسافت آورد بالا،
همون چیزی که اون بر ضدش بود و میگفت این خود چرت و پرتا و خزعبلات و نگو اصلا بدش میاد. من تو خونه هم باهاش بحث ماورا طبیعی و فلسفی اینا میکردم، متنفر بود، میگفت با من راجع این چیزا صحبت نکن، خوشم نمیاد، میره تو مخم. پولو که از اونجا در آوردم، یوتیوبم از اونجا روش کرد، از اون به بعدم من خیلی شهرتم گرفت. من هیچ وقت به عنوان خواننده اونقدر معروف نبودم. حرف منم باور نداری؟ بیا این کامنت های مردم، این پستو چند ماه پیش یه پیج رفی گذاشته بود، نظر خود مردم رو میتونی نگاه کنی و اینکه هر کامنت چقدر لایک خورده. یعنی 8000 نفر، 3000 نفر موافق بودن، میدونی؟ یا اصلا بابا اصلا یه داستان این بود که از هر کسی میتونی مدگل دراری یا آدم ها رو معروف کنی، الان خود بچه های پایدار در چه حالن؟ چرا پس اگه تو منو معروف کردی، خودت چرا یوتیوبت کار نمی کنه؟ چی شد؟ این به من میگفت تو زبه رو یوتیوب تمرکز کردی، منم باید رو یوتیوبم تمرکز کنم که منم مثل تو مثلا پول درارم یا رشد کنم. خب اوکی چی شد؟ یا اگه شما تو بیزنس معروف کردن، این بیچاره ایمانمون با اون همه استعداد چی شد؟ به نظر من ایمانمون خیلی بیشتر از آیسم استعداد داره، فقط فرقش اینه که اون موقع که علی زنگ میزد به آیسم میگفت تو حق نداری با بهزاد لیتو کار کنی، با زد بازی کار کنی یا حواست باشه، آیسم گفت برو بابا، رفت روابطش رو ساخت، هر کار میخواست کرد، بالاشو نذاشت بچینه. اما ایمانمون نشسته مثل بچه خوب، با هر کی دعوا میشه اونم تو دعواست، احساس میکنه مدیونه به تو، همون کاری که میخواستی من بکنم، همون کاری که دوست داری همه احساس کنن دینی به تو دارن و بالاشو چیدین، همیشه تو سایه شما باید این ایمان باشه و تهش هم هیچی به هیچی، با اونم استعداد سوخت. کدوم معروف کردن؟ یکم عادلانه، یکم نمیدونم، میدونی، یکم هامبل بودن، والا یکم هامبل باش. من اگه میخواستم با علی سر شهرت دوستشم، سالها قبل رابطه هم با هم نمیزدم، این همه سال یه عالم باش آهنگ میخونده اصلا باش دوست نمیشدم، علی رفاقتی هم با من آهنگ میداد و هوامو داشت، باش دوست شدم به خاطر اینکه دوستش داشتم، به خاطر اینکه دیدم که خیلی فهم کردم مهربونه، چون دقیقا اومد منو به عنوان یک آدم بال شکسته داغون تازه از ایران اومده پشماش ریخته هی گرفت، گفت نه من مواظبتم، من هستم، من خانوادتم. الان از بدترین دشمنم بدتره. آخرین حرفی که به من زد بدترین حرفی بود که آدم تو زندگیش من زده، بدترین حرفی که یه آدم تو زندگیش من زده. یعنی قشنگ گشت ببینه بدترین چیزی که میتونه بگه منو دلمو بشکنه چی بود، دقیقا همون حرفو زد. کدوم قهرمان؟ تو فقط سوپرمنی تا وقتی که برده‌هات درست رفتار کنه، تا وقتی که اون تصویری که از آدم میسازی همون تصویره باشه، اما تا لحظه‌ای که از اون تصویر بزنه بیرون، به قول خودت بهترین دوستی، بهترین دشمنم هستی، افتخار بزرگ زندگیت اینه. بحثم اگه بحث پول بود خیلی پول دارتر هست، منم تو مخزنی کم استعداد ندارم، مخصوصا دیگه الانش که مدگلوی صحبت هم هست دیگه، کاری نداره که. دوستای خود علی برام خواستگار بردن، شاید باورتون نشه، آشناهایی که من از طرف اون میشناسم اومدن بهم گفتن فلانی خواستگارت از اله فلان کارخونه رو داره همین فردا میاد. کدوم پولکی؟ وای خدا، یعنی هرچی آدم بگه که یه موقع خودش با خودش روبرو نشه، میدونی؟ اینجاست که میگم تو خشم و نفرت فرو رفتن خیلی خطرناکه، چون به اندازه کافی فرو بری دیگه باورت میشه که اون دنیا همونه و حق به جانب میشی و راجب همه هم همینجوری میشی و همین میشه که 27000 تا دیسترکت داری با 27000 نفر، رفیقات هم دونه دونه خسته میشن میان رو اینترنت بعد ازت میگن. میدونین علی از این ناراحت میشه که وقتی آدما رو میاره تو زندگیش، بهشون یه سرویسی میده، یه محبتی میکنه، اما اینو به عنوان یه چیز میبینه، به عنوان یه مثل این تو رابین هود چی بود، اینا که پول میدن بعد میان روی پول پس میگیرن، یه دینی میبینه که تو بهش داری.
و یه جورایی یه قلاده رو گردن تو میخواد بندازه. میدونی چی میگم؟ و لحظه‌ای که از اون قلاده در بیای عصبی میشه. درست همونطور که مثلا بهزاد لیتو میاد میگه آقا من جیدال 70 رو دوست داشتم، دیسشو میده. آقا جیدال 70 دوست داشته؟ نه، ما رو تو گنده کردیم فلان، تو غلط کردی بابا. میدونی؟ یا مثلا الان از پایدار اومدی بیرون، عرفان میدونه قبلا چجوری میخواستی از پایداری بری بیرون. میگم من خیلی حرف دارم بزنم. یا مثلا این داستان خیانت، من و علی 7-8 سال پیش تو ایران یه دور با هم دوست بودیم، چه حماقتی کردم من با این آدم برگشتم. اونجا تصمیم درست رو گرفتم باش به هم زدم. چرا؟ به خاطر اینکه ما خونش بودیم، یه های چند تا لات اومدن در خونش بزننش و این قاطی کرد. تلفن رو برداشت زنگ زد اون موقع به آرتا، فکر میکرد که آرتا اینا رو فرستاده، عربده میزد سر آرتا، میام میکشمت پدرت تمومت میکنم. اونجا من اینجوری دارم که آقا این آدمی نیست که من میخوام باش باشم. باباش به هم زدم و رفتم و اینا. آقا همونجا طرف بهت نشون میده کیه، بفهم، باور کن آدم اونه. چرا من هی دنبال این بودم خوبیای اینو ببینم، اون چیزی که بقیه توش نمیدیدن رو ببینم. همونجا به من نشون داد کیه. آقا همین پارسال همونجوری سر من عربده میزد، همون حرفا رو که دقیقاً به آرتا زده بود به من داشت میزد، همین حرفا رو با آدمای دیگه زده. میگی نه این ویدیو رو از سفر خسته نکن، مشکلی نداره. میگه با علی جیدال مشکلی داری؟ نه مشکلی ندارم، ما دوست بودیم قبلا، ولی خب ترجیح میدم انرژی منفی نیارم توی زندگی، بخاطر اینکه علی اساسا خیلی انرژی منفی داره، درگیری همش با اینو اون داره. ترجیح میدم پیسفول باشه و میگم ترجیح میدم یه سری چیزا دوری و دوستی باشه. به خدا نمیخوام چوس کنم تو برق بگم، واقعا اینجوری من آدمو دوست بودم باش، ولی دوستشم دارم، ولی به خاطر کارهایی که با رفیقای دیگه هم کرده، کارهای زشتی که کرده، مثلا حتی یه سریاشون به خطر انداختن جون دوستان بوده، دیگه راه برگشتی نداره دید من. یه سری کارا میدونی وقتی میای مثلا لوکیشن یکی رو میذاری میگی فلان کنید بگیریدش، به نظر من اینا خیلی قبیحه دیگه. میدونی توی زمان توپاکو بیگی هم تیر میزدن، این کارو نمیکنن. مثلا همین این انرژی منفی من خودم دور میکنم. ولی علی پسر خوبیه، رپش هم خوبه، واقعا من دوران خوبی داشتم، دونه نمک خوردیم و اینو نمیشه پاک کرد. من آدمی نیستم که بخوام گذشته رو مثلا پاک کنم، خیلی دوران خوبی داشتیم. میگه با علی جیدال مشکلی داری؟ نه. راست میگه سبه، آدما رو تهدید میکنه، همش تو انرژی منفی، همش دیس میکنه. یکی از دلایلی که ما با هم زدیم این بود، منش گفتم آقا من خوشم نمیاد از این لایف استایل هفت صبح پاشی زد بازی فلان کرد، جمهوری اسلامی فلان کرد، فلانی فلان کرد، میخوام دهنش رو سرویس کنم، ماها سر بازاری، ما باید فلان باشیم، اینا نباید فلان باشن، همش یارو تو این داستانه. و ما به هم زدیم و اون موقع یک دوستی من داشتم که این دوست و این آدم همین علی به من میگفت با این رفتارات نکنین، دختر خوبی نیست. من گوش نمیدادم چون من کلن یه اشتباهی خیلی بزرگی تو زندگی میکنم، همیشه اینجوری هم که نه، اون کسایی که همه بعد ازشون میگن خوبی رو توشون نمیبینن، من اتفاقا درداشون رو دوست دارم من. اما این کار احمقانه ای بوده که من همیشه کردم، همیشه ازش ضربه خوردم، دیگه نمیکنم این کارو. اما آقا من و علی به هم زدیم، این دوست من دیدم چند وقت بعدش به من زنگ زد گفت آتوسا جون میخواستم بهت بگم که من و علی با هم دوست شدیم، حواست باشه. خود علی رفت و دوست من دوست شد بابا. خود علی که این حرفا رو میاد میزنه ادای فاکینگ مثلا آدم خوبه رو در میاره، خودش همیشه عذاب وجدان داشت و رفته بود با زن رفیق صمیمیش که رفیقش هیچ کار بدی هم نکرده بود، خیلی از این کارا کرده. تو چرا میای اینجا میشینی؟ چقدر باید به خودت دروغ بگی که باورت شه؟ چقدر؟ بعد که اینو به روش آوردم گفتش که نه من رفتم با اون به خاطر اینکه تو رو دوست داشتم، قلبمو شکسته بودی. خب منم رفتم با فیلم بردار چون دلمو شکسته بودی، تو رو دوست داشتم. علی کلن خیلی اینطوریه که برای تو اخه، برای من اوکیه چون من دلیل دارم، اما تو اگه دلیل داری دلیل تو رو قبول ندارم، دلیل تو اون دلیلیه که من میگم. تو اگه میکنی حرومزاده ای عوضی، من اگه میکنم حق داشتم چون یه دلیلی دارم. کلن تو این سیستم زندگی میکنه. من بعدشم میگه تو خودتم با اون آدم تو رابطه بودی، چون اون یک سوسمار پدرسوخته بود، رفته بود بهش گفته بود آتوسا با من تو رابطه بوده، میگفت فیلم بهش نشون داده. من اصلا نمیدونم، من نه با این آدم تو رابطه بودم نه فیلمی هست. این فیلم ها رو من نمیدونم شما کجا میارین که من خودم این فیلم ها رو ندیدم. کدوم اسکلی فیلم میگیره؟ آدمی که رو اینترنت وجود داره فیلم میگیره، بعد با اون کیفیت هم فیلم میگیره؟ بابا بیخیال.
آخرین حرفی که میخوام بزنم، میگم این چیزایی که دارم میگم یک هزارم چیزایی که میشه گفت نیست، و اما من اصلا میگم هدفم این نیست که این آدمو بیام، دوست دارم بیشتر و حسب اینه که یکم خل اصلاح شه یا حرفای غلطی که راجبم زده میشه رو یکم صدایی داشته باشم راجبش حرف بزنم، نه که بیام اینو مثلا دهنش رو سرویس کنم. برام مهم نیست، واقعا برام مهم نیست. اما حرفی که میخوام بزنم اینه که یادم رفت آخر حرف. آها، میخواستم بگم که من و علی از هم جدا نشدیم چون من دیگه معروف شدم، پول درآوردم رفتم، نمیدونم چون من باش خیانت کردم. من و علی آخرین باری که دیگه تصمیم گرفتیم رسما به هم بزنیم، خود علی گفت به نظرم دیگه باید تموم کنیم رابطه رو. اولا دوم اینکه رابطه ما هیچیش خوب نبود، هیچیش. یعنی اگه که مثلا توی رابطه دوست دختر و پسر 5 تا فاکتور هست که باید اینا باشه، هیچ کدوم نبود، هیچی. و فقط دعوا و زج بود و ماها و ماها و ماها سعی کردیم بهترش کنیم و نه تنها نمیشد، بدتر و 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 بدتر میشد. و این آدم کلن هیرو کامپلکس داره، میگه مثلا اسم آهنگش رو گذاشته سوپرمن، این از اول دوست داشت که قهرمان داستان من باشه، دوست داره قهرمان داستان باشه، اما لحظه ای که آدما اون چیزی که اون میگه نیستن روشون برمیگرده. یه بار خوب آدم بشینه فکر کنه آقا توی این، فقط توی این صنعت موسیقی بخوام نگاه کنم، با 80% آدم ها من تو مشکلم. عادیه؟ نه. آره عادیه، همه بدن فقط من خوبم. همون عرفانی هم که الان با صلح از پایدار اومدی بیرون، یادت باشه که من 2 ماه تو گوشت خوندم که رد ندی روش و همین کارهایی که داری با من میکنی باش نکنی. اگه با همه مشکل داری، اگه همه یه حرف رو بهت میزنن، شاید یه تقصیری داری. من نمیگم من بی تقصیرم، نه تو اون رابطه، نه تو زندگی، نه تو هیچ رابطه ای. من هم بدی های خودم رو میبینم، هم خوبی هم میبینم، هم بدی های تو رو میبینم، هم خوبیات رو میبینم، هم زخمای خودم رو میبینم، هم زخمای تو رو میبینم. واسه همینم به خودم اجازه نمیدم بیام اینجا شمشیر بگیرم، هرچی از دهنم در میاد و هر درتی دارم و از این آدم رو کنم مثلا که پدرشو دارم. چون آقا میفهمم اوکی این آدمه این بدی ها رو داره، این بدی ها رو هم کردم و این خوبی ها رو هم داره، این زخم ها رو هم داره، و حرفای اون نیست که آخرش منو شکل میده. من میدونم کیم، من میدونم حرفای اون از کجا میاد. پس ما اگه با هم به هم زدیم، چون اون رابطه باید تموم میشد، حتی یک لحظه توی این شکی نیست برای من، برای اونم نباید باشه. و همین، فهم میکنم که من بیشتر از این دیگه حرفی ندارم، حرفی هم بزنه دیگه جوابی ندارم، من نمیدم، همین قدشم میگم. فقط برای این بود که صدامو از دست ندم و شما هم فکر نکنید من لالم یا در تایید صحبتهای ایشون دارم سکوت میکنم. همین، امیدوارم موفق باشین، میبینمتون به زودی.